باید نام خدا و با عرض سلام، امروز چهارشنبه 24 ماه ثور سال 1399 خورشیدی است. در نخست سرخط مهمترین های خبر. اعتراضات در برابر ناامنی های اخیر در ولایت غزنی. جان باختن چهارمین فرمانده پلیس ولسوالی رشیدان در دو ماه پسین در ولایت غزنی. اعتراض ها در برابر توزیع ناعادلانه نان خشک در ولایت غزنی. و واکنش ارگ ریاست جمهوری در برابر براعت طالبان در حملات پسین در افغانستان. حال هم مشروع خبرها. ناامنی های اخیر در ولایت غزنی با واکنش شهروندان غزنی و فعالان مدنی در این ولایت روبرو شده است. شماره از فعالان مدنی امروز در یک تجمع اعتراضی از ناامن شدن غزنی انتقاد می کنند. در همین حال جنرال خلیل اندرابی فرمانده پلیس غزنی می گوید که نیروهای امنیتی افغان از حالت دفاع برآمدند و به زودی شاهد بهتر شدن وضعیت امنیتی در غزنی خواهیم بود. تشدید تحرکات طالبان مسلح، حملات تهاجمی برای بازگاه ها و نیروهای امنیتی و ترور منصوبین امنیتی و غیر نظامیان در ولایت غزنی، فعالان مدنی در این ولایت را واداشته تا در یک حرکت اعتراضی خواهان توجه حکومت مرکزی برای بهتر شدن امنیت در غزنی شوند. یک کماندانی نسل متریکی پیشل متریکی خلق و جلکی او هر بیگا هر سهار دیورزی پر رنا باندی پودی غزنی پا کمربان باندی جنگ وی اما نشت دلت سکوم و چارواکی مقرر کیگی پا واسطو باندی او بیکفایت چارواکی دلت مقرر دی سی حقا هیچ دیت متوجه ندی چی دی غزنی امن او دارد. ولایت ناوری په غزنی کې کومندانی ناوري، په غزنی کې ریاست امنیت ناوري کې هورې دلای د موږ به دغه څلور پنځه کسان په دا نږدو وختو کې مدني فعالان نه شهیدان کېدل. نو موږ د دې حق د غوښتلو دپاره راجګ سوي یو. یو نن نه دی، سبا موږ وخت ورکړئ. که د مرکزي دولت نه آهیات را نه شي د غزنی خلک نه، که د باندې نورو ولایتو آیاتان دلته را نه شي او باصلاحیت آیات را ونه لېږي، سبا نه بله ورځ موږ د کندهار لویه لاره بندوو. در پاسخ خلیل اندرابی فرمانده پلیس غزنی میگوید که بر اساس هدایت تازه رئیس جمهور، نیروهای امنیتی از حالت دفاعی به حالت تعرضی درآمدند و به زودی عملیات های نظامی در غزنی تشدید خواهند یافت. ما برنامه های بسیار خوبی داریم، پلان های خوبی داریم. انشاءالله با کمترین وقت مردم با عزت غزنی شاهد برنامه ها و پروگرامات عملیاتی ما خواهد بود. ما تا حالی در ارتباط کاهش خشونت در دفاع فعال قرار داشتیم. بعد از هدایت رئیس صاحب جمهور، هدایت رهبری وزارت داخله، با یک هماهنگی بسیار خوب برنامه هایی که از قبل تنظیم شده بود که در صورتی که اینا به طرف خشونت دست بزنه ما چی بکنیم، او برنامه ها را انشالله که روی دست میگیریم. در کمترین وقت آقای اندرابی میگوید که برای جلوگیری از ترورها و کاهش ناامنی ها در داخل شهر غزنی نیز برنامه های روی دست قرار دارد. برنامه های ما همراه ریاست محترم امنیت داریم به ارتباط جلوگیری از این جنایاتی که بالای مردم ملکی ما انجام میده. انشاءالله که او برنامه ها را ما عملی میکنیم. در شما معلوم است اینا وقتی که توانایی جنگ رویاروی در سنگر مقدس نداشتن، در خط مقدس نداشتن، باز دست به این رقم رزالت ها و به این رقم ترورای ناجوان مردانه میزن. این اعتراض ها در حال صورت میگیرد که اخیراً مرکز غزنی و چند ولسوالی در این ولایت شاهد تلفات نظامیان و غیر نظامیان بوده است.
خطوز تو سر بچه میبره خب؟ این طرف دیگه اعتراضات در برابر ناامنی های اخیر در ولایت غزنی در حال صورت می گیرد که عصر روز گذشته چهارمین فرمانده پلیس ولسوالی رشیدان ولایت غزنی در یک انفجار گروه طالبان کشته شد. شب گذشته یک منصوب امنیت ملی غزنی نیز در روزهای آرزوی مرکز غزنی در نبرد با طالبان جان باخته است. دره قیاق مسیر راه ولسوالی جغتو به قتلگاه نظامیان و غیر نظامیان مبدل گشته است. بر علاوه تلفات سنگین غیر نظامیان در ماه‌های پسین در حدود 2 ماه گذشته 4 فرمانده پلیس رشیدان در این مسیر جان باختند و به طور میانگین 3 تن از این فرماندهان در هر هفته از ماه اخیر خورشیدی کشته شدند. در تازه ترین مورد علی الله عطایی فرماندهی پلیس ولسوالی رشیدان غزنی بر اثر انفجار ماین جان باخت و 2 محافظش زخمی شدند. تیر ورځ د غزنی ولایت د جغتو ولسوالی په عمومي لاره و د قیاق درې پر سیمه کې د رشیدان ولسوالی چې هملته موقعیت لري جګړه شوې ده چې د دغې ولسوالی سرپرست امنیي قومندان علی الله عطایی غوښتل چې جګړې ته ولاړ شي. امنیه ټانګ او 2 ساتونکي د جګړې په لور روان وو چې د لارې په اوږدو کې یې امنیه ټانګ له مینه سره ثابت کړی ده چې په ترڅ کې یې د رشیدان امنیه قومندان شهید شوی ده او 2 ساتونکي زخمیان شوي دي. اما چرا برای تأمین امنیت این مسیر و اکمالات نیروهای امنیتی توجه نمی شود؟ زموږ توجه شته. لومړی هم دغه 2 اشاره ته نوبت ورکړی. په همدې باندې عملیات روان دي. د غزنی او پکتیکا لاره مهمه ځکه چې دلته ډېر ولسونه پراته دي او ډېر ولایتونه په همدغه لاره پراته دي. کوشش کوو چې دغه لاره امن کړو. په دغه باندې تر اوسه 15 بیزونه اچول شوي دي. له دې وروسته انشاءالله هم د دغې لارې نوبت ته چې په دغې لاره باندې هم د ګډو امنیتي ځواکونو د امنیاتو پولیسو د اردو له لوري په دغو لارو باندې بیزونه افراز کړو او دغه لاره د خلکو پر مخ امنیت کړو. از سوی دیگر شب گذشته فرمانده غلام انور صدیق یکی از منصوبین امنیت ملی در روستای آرزوی غزنی جان باخت. وابستگان این فرمانده هم خواهان توجه حکومت مرکزی جهت تقویت و اکمال نیروهای امنیتی هستند و از تأخیر در رسیدن نیروهای کمکی در جریان نبردها انتقاد می کنند. این وقت که در غزنی یکی از کارمندان دولتی یا زخم می برداره از کابل و از مرکز، یعنی زیادتر به تأخیر رسیدگی صورت می گیره و باید عاجل صورت بگیره و باید امکانات در غزنی داشته باشیم که اینا تداوی شوند. با این حال باشندگان غزنی از روند توزیع ناعادلانه نان خشک در این ولایت شاکی هستند. دهاتن از باشندگان ساحات مختلف شهر غزنی به خاطر توزیع ناعادلانه نان خشک در این ولایت دست به اعتراض زدند. این باشندگان که پیش از چاشت امروز در مقابل درب مقام ولایت غزنی به رسم اعتراض تجمع کرده بودند میگویند که توزیع نان خشک در این ولایت ناعادلانه است و به افراد پولدار و زورمند توزیع می شود. این معترضین میگویند که بیشترشان کارگر و دست فروش هستند و در این وضعیت بیکاری حتی نمیتوانند نان شب و روزشان را به دست بیاورند. مقصد اشرف غنی، دکتر عبدالله توجه برای کارگراک نه، برای غریباک نه. خواهی این همه کمک میرسه، برای کسایی میرسه که خلدر داره، کسایی برای کسایی میرسه که دورمن داره. در کار دولت است، دوام میرسه، دوام غریب غربت نمیرسه. غریب خلقی و مگه بارد چه کار بکو یا گوده را که برسی، حال تا قرنطین دی دره میسی مگه بیکار رو، یه کور خرس نلرو، کرایه نلرو، چه بکو مگه؟ شانش مردم کار نگه. مگه دقیق دره میسی که شپای میسی که مگه کار نده کرده، مگه غریب خلقی و باید مگه سر کمک بسی. بخاطر چی اینجا آمدین؟ مشکلتون چه؟ برای اینجا آمدیم که کار نیست، گوش نستم، که سیر از میشه 3 ماه شده فلکه آمدیم. پیش از این 2300 به کارگری بود. الان در سر به میبرم که کار کن. فقط پولی نخ در ارگان قضیم کمک نخو و بخن سر به هیچ ایمان قبول نمانه که نمانده یا مثل کاغذ. کاغذ داد که از مورد بود دیدم بلند. این معترضین میگویند
که بیشتر افراد نیازمند به دلیل اینکه در هیچ مسجد شریک نیستند از گرفتن نان خشک محروم شدند، در حالی که بیشترین مشکل اقتصادی را این طبقه دارد. سری کمک ما دیم کسی که کمکر کسایی که گرفته خانه داره، موتور داره، در مسجد شریک نمی کسایی گرفته. کسایی که در خانه کرایی زندگی میکنه همسایه است، در مسجد ها کسی نمیگیره. وقتی میگه ما در لیست بگر میگه تو همسایه هستی در مسجد حق نداده. خب ما که در مسجد ندارم چه رقم ما حق بدیم؟ ما این میره ندارم که وقتی در مسجد شریک نشدیم. این حال که تو شریک نشدی کم اگر خانه دارا خورده، ما که خانه که رای زندگی میکنم ما یک دانه نان تنوز نگست. همین نانهایی که آمده در جایهای درمون نرسیده، پی در مسجد ها رسیده که کسایی رسیده که برادر و صاحب بلند منزل صاحب موتر است. این مشکل را با مقام ولایت در میان گذاشتیم. وحید الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی میگوید که سهم ولایت غزنی در توزیع نان خشک برای تعداد 12,000 نفر است که مستحقین این روند از سوی نماینده های مردم شناسایی و معرفی شدند. غزنی محلی اداری وچ دوری د ویش په خاطر باندې شاوخوا 2000 کورنۍ معرفي شوي چې باید 2000 کورنۍ په ښار کې ډوډۍ ورته وویشل شي. خو موږ له 2000 نه زر اضافه نیولې تقریبا 10,000 نفر. همدغه کورنۍ موږ په خپل سر محلي ادارې نه دي نیولې، همدغه د مدني ټولنو وکیلانو ملا امامانو له طریقه محلي ادارې ته معرفي شوي دي. دا چې دغو خلکو تظاهرات کړي چې موږ ته څنګه در رسېدلي، دغه موضوع به موږ له ښاروالۍ سره په شریکه کړو، ځکه دغه مسله زیاتره د هغوی پر غاړه ده. د هغې وروسته به معلومه شي چې ولې دغه خلک په نه لیدلي وشي. این در حال است که توزیع نان خشک از طرف حکومت به نیازمندان در ولایت غزنی 3 روز قبل آغاز شده است. به دنبال رد گروه طالبان مبنی بر دست داشتن در حملات اخیر در ولایت‌های کابل و ننگرهار، ارگ ریاست جمهوری کشور میگوید که این گروه با این کار دست داشتن در این حملات نمیتوانند براحت بگیرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفته است که این انکار طالبان مسلح برای مردم افغانستان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. آقای صدیقی افزوده است که این اقدام گروه طالبان نمیتواند این گروه را از آسیبی که به مردم افغانستان رساندند براءت دهد. سخنگوی ریاست جمهوری کشور گفت که طالبان هم اکنون نیز با انجام حملات تروریستی بر ادامه جنگ و خشونت تاکید دارند و افزود که این گروه به خواست مردم افغانستان مبنی بر ختم جنگ و استقرار صلح نگفتند. به گفته صدیق صدیقی، علی‌رغم امضای موافقتنامه صلح میان این گروه و آمریکا، طالبان تعهد جدی برای ختم جنگ و استقرار صلح در افغانستان نشان نداده است. آقای صدیقی تأکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای حفاظت جان و مال مردم و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی افغانستان هرگز اجازه نمی دهند تا طالبان و سایر گروه های تروریستی به انجام چنین حملات ادامه دهند. او همچنان افزود که دولت افغانستان در برابر حملات اخیر طالبان در ولایت های کابل، ننگرهار و لغمان هیچ وقت بی تفاوت نمی ماند. حکومت افغانستان این گفته ها را در حال مطرح می کند که دیروز در پی حملات خونین در ولایت های ننگرهار و کابل، گروه طالبان اعلام کرد که جنگجویانش در این حملات دست ندارند. این گروه در اعلامیه این حملات را تقبیح و آن را به گروه داعش نسبت داده بود. در همین حال وزارت داخله ادعا می کند که پس از امضای توافقنامه صلح 469 غیر نظامی در حملات طالبان کشته شدند. وزارت امور داخله اعلام کرده است که پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در دهم ماه حوت سال گذشته، گروه طالبان بیش از 3712 حمله را بر نیروهای امنیتی اجرا کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته است که در نتیجه این حملات 469 غیر نظامی کشته و 948 غیر نظامی دیگر زخمی شده اند.
وزارت امور داخله این رقم را از دهم ماه اوت سال گذشته تا 22 ثور این سال ثبت کرده است. موافقت نامه صلح میان آمریکا و طالبان در دهم ماه اوت سال گذشته در قطر امضا شد. طالبان پس از امضای این موافقت نامه که بعد از یک هفته کاهش خشونت انجام شد، حملات علیه نیروهای امنیتی را از سر گرفتند. سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که با این که نیروهای امنیتی به هدف حسن نیت و خوشبینی برای آغاز مذاکرات صلح در حالت دفاعی قرار داشتند، اما برای دفاع از جان و مال مردم 1593 عملیات دفاعی را علیه گروه طالبان اجرا کردند. طبق معلومات وزارت امور داخله، در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی 2134 طالب کشته شدند و شمار زخمیان گروه طالبان را پس از امضای توافق نامه صلح 1691 نفر و شمار بازداشت شدگان گروه طالبان را 173 نفر اعلام کرده است. سطح خشونت‌ها و درگیری در روزهای اخیر افزایش یافته است، هرچند نیروهای امنیتی در این مدت در حالت دفاعی و دفاع فعال قرار داشتند. شام روز گذشته رئیس جمهور غنی دستور داد که از حالت دفاع بیرون شوند و آرایش تهاجمی در برابر طالبان اختیار کنند. طالبان اما این دستور را نشانه جنگ افروزی حکومت عنوان کرده است. همزمان با ناامنی ها و نبرد های خونین در افغانستان، شمار مبتلایان کرونا در کشور به 5226 تن رسید. وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته از میان 619 نمونه گرفته شده از افراد مشکوک به ویروس کرونا، نتیجه آزمایش 259 تن در 24 ساعت در 24 ولایت کشور مثبت تشخیص شده است. وحید مجرو، معین عرضه خدمات صحی وزارت، امروز در نشست خبری گفت که با ثبت این ارقام تازه، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر کشور به 5226 تن رسیده است. به گفته او، در شبانه روز گذشته به شمول یک پزشک متخصص در هرات، 5 بیمار کرونا جان باختند و 42 بیمار دیگر بهبود یافتند. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت، تا کنون در مجموع 648 بیمار صحت یاب شدند و 132 بیمار دیگر فوت کردند. آقای مجروح می افزاید که در شبانه روز گذشته 49 تن در بلخ، 29 تن در کندهار، 27 تن در کابل، 25 تن در تخار، 23 تن در ننگرهار و 22 تن در هرات به کووید 19 مبتلا شدند. به گفته او، نتیجه آزمایش 10 تن در کنر و پروان، 8 تن در بادغیس، 7 تن در جزجان، 6 تن در بغلان، میدان وردک و لوگر، 5 تن در دایکندی، 5 تن در پنشیر، 4 تن در فاریاب، 3 تن در زابل، 3 تن در کندوز و 3 تن در نیمروز، 2 تن در فراه و هلمند و بامیان و 1 تن در غور و لغمان نیز مثبت اعلام شده است. این در حالی است که تاکنون آمار مبتلایان به کووید 19 در سراسر جهان به بیش از 4,342,000 تن رسیده است. از این رقم بیش از 292,000 تن فوت کردند و بیش از 1,602,000 تن دیگر درمان شدند. با اصحار سپاس از شما بینندگان عزیز و همکاران تخنیکیم در استودیوی خبر، مجموعی از داشته های خبری در همینجا به پایان می رسد. برای شما شب خوش آرزومند هستیم. شبتان بخیر. خداوند نگهدار.